خب دوستان، عرض ادب و خوش آمد دارم خدمتون. همونجور که جلسه قبل خدمتون عرض کردم، دوره بهاری رو هم ما با غزلیاتی از دیوان کبیر و حافظ ادامه خواهیم داد. جلسه قبل غزلی رو از حافظ خوندیم و توضیحاتی در خدمتون دادم. این جلسه غزلی رو از مولانا، از دیوان کبیر میخونم. این غزل، غزل بسیار سیمبولیک و پیچیده ایه. فوق العاده این غزل شاید جای صحبت داره و تا اونجایی که از دستم بر بیاد در خدمتتون مطالبی رو عرض خواهم کرد. غزل شماره 1095 دیوان کبیر هستش. 1095 دیوان کبیر. داد جاروبی به دستم آن نگار، گفت که از دریا برانگیزان غبار. باز آن جاروب را ز آتش بسوخت، گفت که از آتش تو جاروبی برار. کردم از حیرت سجودی پیش او، گفت بی ساجد سجودی خوش بیار. آه بی ساجد سجودی چون بود، گفت بی چون باشد و بی خار خار. گردنک را پیش کردم گفتمش، ساجدی را سر ببر از ذوالفقار. تیغ تا او بیش زد سر بیش شد، تا برست از گردنم سر صد هزار. من چراغ و هر سرم همچون فتیل، هر طرف اندر گرفته از شرار. شمع‌ها میور شد از سرهای من، شرق تا مغرب گرفته از قطار. شرق و مغرب چیست اندر لامکان؟ گلخنی تاریک و حمامی بکار. ای مزاجت سرد کو تاسه دلت، اندر این گرمابه تا کی این قرار؟ برشو از گرمابه و گلخن مرو، جامکن در بنگران نقش و نگار. تا ببینی نقش های دلربا، تا ببینی رنگ های لاله‌زار. چون بدیدی سوی روزن در نگر، کان نگار از عکس روزن شد نگار. شش جهت حمام و روزن لامکان، بر سر روزن جمال شهریار. خاک و آب از عکس او رنگین شده، جان بباریده به ترک و زنگبار. روز رفت و قسم کوته نشد، ای شب و روز از حدیثش شرمسار. شاه شمس الدین تبریزی مرا، مست می دارد خمار اندر خمار. همونطور که می بینید، غزل فوق العاده سیمبولیک هستش و بسیار احتیاج به رمزگشایی داره. تا اونجایی که من اطلاع دارم، من واقعیت نمیدونم الان جدیدن تو این چندین دهه راجع به این غزل چیزی نوشتن یا نه، شاه نعمت الله ولی در کلیات دیوان اشعارش این اشعار رو هر دو بیت آورده و با هر دو بیتی دو بیت برش تفسیر نوشته. زیاد دورور این جور غزل ها کسی نگشته، اگر هم گشتن ساده رد شدن. البته اینی که نقل میکنم به معنی تأیید یا تکذیب نعمت اللهی ها نیست، فقط خواستم یه اطلاعی رو داده باشم که تا اونجایی که میدونم ایشون بوده و کسانی دیگه هم به طور مختصری شاید این ورانور صحبتی کردن. به همین خاطر ما امشب فقط عرفانی باید صحبت کنیم و عرفان در لول های بالایی در این غزل مطرح شده. من تقاضایی که ازتون دارم، تا اونجایی که از دست من بر بیاد ساده میکنم و ساده صحبت میکنم و تقاضا میکنم گوش دل بدید. بسیاری از مطالبی رو که برای کسانی که در مسیر عرفان حرکت میکنن باز میکنه.
داد جاروبی به دستم آن نگار، گفت که از دریا برانگیزان غبار. یک جاروی به دستم داد نگار من. اینجا نگار به معنی شهریار، به معنی هستی، به معنی خدا، به معنی عشق نیست. اینجا نگار یعنی پیر من، اینجا نگار یعنی همون شاه شمس الدین که در پایین ازش نام برده. میگه شاه شمس الدین تبریزی یک جاروی داد دست من، گفت برو روی دریا و گرد و خاکی که رو آب گرفته اینها رو جارو کن بره. شما میدونید هرگز غبار روی آب نمیمونه، ولی این تمثیل رو آورده. من قبل از اینکه توضیحات رو خدمتتون عرض کنم، شما باید یه مقدار شخصیت روحی مولانا رو در نظر بگیرید. مولانا قبل از آشنا شدن با شمس فردی بود که فکر میکرد مسیر خودش رو پیدا کرده، یعنی احساس میکرد که تو این مسیری که افتاده داره درست حرکت میکنه و پایبندی او بر شعائر دینی اون رو بر این داشته بود که اول آخر به یک روشنایی هایی خواهد رسید. با وجود اینکه 10 سال در سوریه امروز در پیش ابوالعارفین ابن عربی گذروند، ولی هیچ توفیقی رو حاصل نکرده بود. به همین خاطر فشار زیادی بر روی ریاضت می آورد. روزه های وصال می گرفت، یعنی 3 روز 3 روز روزه می گرفت بدون افطار، شب تا صبح نماز می خوند و مطلقاً شریعت رو تا اونجایی که در توانش بود پیاده میکرد. این نوع شخصیتی بود که داشت. ببینید اتفاقی که برای مولانا افتاد برای خیلی کسای دیگه افتاده. هر متدی، هر ایدئولوژی، هر دینی که در زندگی بشر به عرصه ظهور اومده، در حقیقت این خودش یک راهی بوده. میگید مذهب دیگه، زهبت راه، یک راهی بوده که این راه انسان رو از تاریکی به نور رهنمون بشه. مکاتب فلسفی و سیاسی هم همین بودن. اون ماتریالیسم دیالکتیک برای چی به وجود اومده؟ برای چی مکتب مارکسیسم به وجود اومده؟ تمام اینها به این وجود اومدن که مشکلات، معضلات، تاریکی زندگی اجتماعی بشر رو از بین ببرن. ادیان زندگی مادی بشر و بعد هم زندگی بعد از این دنیا رو بخوان براشون روشن کنن و راحت کنن. بعد از این مدتی هر دینی، هر مکتبی به نقش راه بودن خودش رو میده به هدف شدن. یعنی به جای این که یک دین، یک مکتب، یک راهی باشه که من از این راه استفاده کنم، یک مسیری رو طی کنم، به یک مقصدی برسم، این دین میشه برای من هدف. شما هر مکتب سیاسی، غیر دینی، میدونم دینی ببینید همین سرنوشت رو داره. هیچ فرقی نمیکنه. یعنی پایبندی بر اون و اجرای مطلق این قوانین، حالا میخواد اجتماعی باشه، میخواد سیاسی باشه، میخواد دینی باشه، الزام بر اینها اون وسیله رو میکنه هدف. این یکی از مهمترین گیرهایی بوده که وجود داشته حتی برای خود مولانا. مولانا در مسیر آشناییش با شمس، شما فکر نکنید اتفاق خاصی افتاد، هیچ جادویی نشد. شمس فقط این رو با یک متدی آشنا کرد، شمس این رو با یک راهی آشنا کرد که این تونست خیلی چیزهایی رو که در طی سالهای سال داشت دنبالشون میگشت و نمیرسید بهشون پیدا کنه. همین اتفاق افتاد. یه جاروی به دستش داد. به این برمیگردم. قبل از اینکه به جارو برگردم، غبارهای روی دریا رو گفت.
تمیز کن. دریا وجود خود انسانه، وجود هستیه، یعنی انسانی که در هستی غرقه. این دریای وجود، بارها خدمتتون عرض کردم، دریا نماد گرفته میشه از وجود، از هستی. روی این یک غبارهایی گرفته بود. نگار مولانا یعنی شاه شمس الدین اومد به این یه راهکار نشون داد، به این روشهایی نشون داد که این تونست این غبارها رو برانگیزونه، این غبارها رو از رو دریای هستی ببره کنار. این که عرض کنم به خدمت شما این غبار روی دریا چی هستش تا برسم به جارو. من حقیقتش فکر میکردم که چی بگم که این غبار رو باز کنم. یاد داستانی از جبران خلیل جبران افتادم. جبران خلیل جبران در یکی از داستانهاش بسیار زیبا این غبار رو بیان میکنه. من خدمتتون عرض میکنم، خود داستان احتیاج به توضیح داره. میگه یه روزی من، یعنی جبران خلیل جبران، با روحم تصمیم گرفتیم بریم تو دریا شنا کنیم. دریا همیشه وجوده، شما فراموش نکنید، تو تمام منطقهای عرفانی وجوده. میگه با روحم رفتم کنار دریا، روحم بسیار مشکل داشت از عریان شدن. میگفت من نمیخوام چهره من رو نامحرم ببینه، کسی که لیاقت نداره من رو ببینه، این روح رو ببینه، من نمیخوام اصطلاح خود جبران خلیل جبران زلفم رو آشفته کنم پیش این. اینها میان دم دریا. میگه که من دیدم که یه نفر روی صخره نشسته و دست میکنه توی یک حالا ظرفی چیزی نمک میپاشه تو دریا. به روحم گفتم که اینجا میتونیم شنا کنیم؟ گفت نه. این رو میبینی؟ این از اون انسانهای بدبینیه که زندگیش رو در سایه ها از دست داده. این یکی از اون غبار هاست. ببینید، انسان در خیلی از جاها در سایه های زندگی حقایق رو رها میکنه، بدبینی ها رو استوار میکنه، بدبینی میشه که در سایه ها گم میشه. میخواد این حرف رو بزنه که شما شک در این نکنید، مطلقا تاریخ بشر با خون نوشته شده بدون هیچ شکی. اون چنان خون عمیق نوشته شده که شماها یعنی ما انسانها فاصله های بین خطوط رو از خون آلود بودن نمیتونیم بخونیم. در این هیچ کسی شکی نداره. حرفیه که توماس هابز میزنه، انسان گرگ انسانه، محبت دروغه، عشق دروغه، فقط گرگ بودن درسته. در جوابی که جبران خلیل جبران داره میده، میگه تمام اینها درسته، همش دروغه، اما در بین این خونها شما میتونید لطافتهایی رو پیدا کنید که در این لطافتها چهرتون، صورتتون به پنجره لامکان باز شه. اونقدر در این لابلای خون نوشته ها زیبایی پیدا می کنید که اگر یکیشو بچسبید اون شما رو به اون روزن می بره که حالا پایین مولانا توضیح میده. میگه پس اینجا شنا نکن، نمک میریخ رو دریا. این اون بدبینیه، این یکی از غبارهاییه که ما زندگی رو درست نمی بینیم. میان یه جای دیگه میگن که اینجا شنا کنیم، میبینه که یه آقای یک صندوق مرصعی رو گذاشته، از توی این قند در میاره و میریزه تو دریا. روحش میگه من اینجا هم شنا نمیکنم. میگه چرا؟ میگه برای این که این از اون آدم، اون از اون بدبین ها بود، این از این خوشبین هاییه
که به چیزهایی دل میبنده در این زندگی که اساساً دلبستگی ندارن، اساساً نباید به اینها دل بست. این رو هم این نشونه میگیره. میاد جلوتر میگه دیدم که یه آقایی در ساحل ایستاده و داره سایه عکس خودش رو روی ماسه میکشه و هی آب دریا میاد این ماسه رو میشوره و این دوباره سایه عکس خودش رو میکشه. میگه اینجا هم شنا نکنی. میگم چرا؟ گفت برای این که این از اون آدم هاییه که فقط در اوهام خودش زندگی میکنه، هرچی این سایه ها رو میکشه آب دریا میاد و اینها رو میشوره، آب وجود هستی بهش ثابت میکنه که آقا جان در جهالت قرار گرفتی، باز ول نمیکنه، دوباره همه تصویر رو میکشه. شما قبار نفس در کلیاتی داره بیان میشه. شما این بدبینی ها رو ببینید، اون دلبستگی های بی اساسی که یک آن به زندگی خودمون نگاه کنیم ببینیم به چه چیزهایی دلبسته میشیم. چون دیگه اگر من بخوام اینها رو توضیح بدم باز این غزل 10 جلسه میخواد وقت بدم. به چه چیزهایی دل میبندیم؟ چقدر دنبال افتخار آفرینی هستیم؟ پولاشو لذتاشو کسای دیگه میبرن، افتخار پوشالیش واسه من شما میمونه. از این بگیرین تا بی نهایت چیزهایی دیگه که به چیزهایی دل میبندیم که باور اصلا اشتباه به اینها نگاه کردن تا دل بستن. من مثالی زدم ولی خودتون در زندگی، هر کسی در زندگی خودش ببینه به چه پوچی هایی دل بسته، این قند شیرین رو چجور به هدر داده. سایه خودش رو میکشه روی شن، آب دریا میاد و میبره. یک اشتباه رو چند بار میخوای بکنی و هنوز رو اون اشتباه بیستی و بگی نه من این اشتباه رو نکردم، توضیح دارم، دلیل دارم، دوباره همون اشتباه رو میکنی، عکس خودت رو روی اون ماسه و شن، عکس سایت رو میکشی و این موج میاد میبرتش. چند بار یک اشتباه رو میخوای بکنی و چند بار میخوای بگی که نمیدونستم. بحث اینه که انسان هایی هستن که مسخ این اوهامن، مسخ این خرافاتن، مسخ ساختن خیالات خودشونن و در خیالات خودشون زندگی میکنن. نیست وش باشد خیالن در جهان، وش پسوندیه که مثل محوش، یعنی شبیه ما. نیست وش شبیه نیستی خیالن در جهان، نیست وش باشد خیالن در جهان، تو جهانی بر خیالی بین روان. ببینید روی این سایه ها، روی اینها ما چقدر همدیگر رو تیکه پاره کردیم. میگه اومدیم جلو، اومدیم جلوتر، گفتم اینجا برم به روی توی آب توی دریا شنا کنم. روحم گفت نه. دیدیم که یه آقایی ماهی های مرده رو میگیره با نوازش میندازه تو دریا. گفتم این چه اشکالی داره؟ روح من گفت این اون نیکوکاریه که زندگی رو به مرده های توی گور میخواد بده. خیلی مسئله مهمیه. زندگی رو به مرده های توی گور میخواد بده و این آدم نیکوکاره، اینجا به درد شنا کردن نمیخوره. میگه اومدیم جلوتر، اومدیم جلوتر، دیدیم که یه آقای جامی از عقیق داره، دست میکنه توی کف دریا، کف رو میریزه توی جام. گفت اینجا من شنا نمی کنم. گفتم چرا؟ گفت این کسیه که با تار عنکبوت برای خودشی جامه میدوزه. من بعضی چیزها رو خدمتون توضیح میدم، دیدین چقدر ما خودمون رو پنهان میکنیم. از ما بگیرید، از زندگی عادی بگیرید تا سیاست مدارا، تا بیزنس مدارا، تا
چه میدونم هر کسی دیگه که تو این دنیا هستش، و چقدر راحت عریان میشیم و دیده میشیم. ما خیال میکنیم با کلماتی که از خودمون میگیم، ما خیال میکنیم با شخصیت کاذبی که از خودمون میسازیم در اون پشت میتونیم زندگی کنیم. این اون تارهای عنکبوته. تک تک این عرایزی که خدمتون میکنم با مثالهای ناقص و کوتاهی که من بهتون عرض میکنم، در زندگی خودتون یه مقدار این کلمات به این عمیقی رو که بشریت رو بهش ارزش داده. واقعا میدونین جبران خلیل جبران از بزرگترین کسانیه که تو این دو سه قرن اصلا در خاورمیانه ظهور کرد، چون جاهای دیگه اصلا هم وزن این مرد ما نداشتیم تو یکی دو قرن گذشته. خیلی حرفا عمیقه. ببینید ما چقدر میریم پشت اینا خودمون رو قایم میکنیم، چقدر میریم پشت این ایدئولوژی ها با گرفتن اعتبار، افتخار داشتن در کنار آدم‌های معتبر زندگیمون رو می‌گذرونیم. بعد دو روز بعد نه اون مرد معتبره دیگه، نه اون افتخار آفرینه افتخار آفرینه، نه منی که به اون افتخار می‌کردم دیگه جرأت می‌کردم بکنم از اون اسم ببرم. تمام اینها در زندگی ما هست. میگه از این هم گذشتیم، از این گذشتیم، رسیدیم یه جایی دیدم که یه آقای پشتشو کرده به دریا، رو نمی‌کنه به وجود، پشتش به وجوده، صدفی رو گذاشته توی گوشش و داره صدای صدف رو، پژواک صدف رو گوش میده. گفتم اینجا بریم شنا کنیم؟ گفتم چرا؟ گفت برای اینکه این واقع بینیه که فقط یک واقعیت رو میبینه، ارتباط دیگر واقعیت ها رو با این واقعیت نمیفهمه. یعنی اگر خدا رو آوردی گذاشتی زیر چاقوی جراحی من، پاره کردم، تشریح کردم، نتیجه گرفتم، قبول میکنم، نکردی قبول نمیکنم، فقط چشمت روی موضوعه. میگه این وسط هم هی صدا بلند میشد که دریا همون دریاست، دریا دریای بیکران است. برخورد ما، این قبارهایی که در نفسانیت ما وجود داره با همین دریا، فکر میکنم بسیار واضحه که دریا دریای وجوده، اونی که داره برخورد میکنه متفاوته. کدوم به چی توجه کردیم، زوم کردیم، فوکوس کردیم رو چی؟ میگه اومدیم آخر سر دیدیم یه آقایی برهنه در بین صخره ها دراز کشیده و سرش هم کرده توی شن دریا. به روحم گفتم که اینجا دیگه این ما رو نمیبینه و اینجا ما میتونیم شنا کنیم. گفت اینی که اینجا داری میبینی از همه اونا بدتره. میدونی این چیه؟ گفتم نه. گفت این اون خشک مقدسیه که خودش رو از زندگی پنهان میکنه در صورتی که شادیهای زندگی در قلبش داره موج میزنه. یعنی شما فکر نکنید مشکل در عرفان، اونجوری که عرفان مطرح میکنه، مشکل فقط با آدمهای دنیا داره، اهل لهو و لعبه. اون خشک مقدسی که اونجا نشسته هیچ فرقی نمیکنه، اون کسی که تا اینجا تو خاکستر میشینه و جوکیه و یا توی دیر نشسته داره فقط عبادت میکنه، اون به همون اندازه به دنبال قدرته که این سیاست مدارها، این پادشاهها با این همه نیرنگ و دروغی که در جهان گفتن و میگن و ادامه میدن، با فریبشون دنبال قدرتن. بین اینها هیچ فرقی نیست، دنبال قدرتن، روششون متفاوته. نیت میکنی؟ اینها یک سری از قبار هاست. حالا منظور داشتم این داستان خدمتون گفتم، اینها در درون مولانا این قبار روی این دریای وجود رو گرفته بود. یکی از دامهایی که مولانا درش افتاده بود قبل از آشنایی با شمس، یه مقدار زیادی زهد بود، بریدن از دنیا، یه مقدار به این مسائل رسیده بود.
یه مقدار زیادی به دنبال این بود که از درون این آموخته‌هاش راه رو باز کنه. یکی دیگه از مهمترین مشکلاتی رو که مولانا باهاش برخورد میکرد و نمیدونست باید چجوری از اینجاها گریز پیدا کنه، مسئله این بود که در خیلی از این سایه های زندگی گم شده بود، مردهی شده بود، یعنی کسی بود که میخواست به مرده ها حیات بده. مرده بودم، زنده شدم، اینا همش زندگی خودشه. آقا کسی که مرده تو نمیتونی بهش حیات بدی. مرده های معنوی ما منظورمونه، نه مرده های جسمی. یه دوستانی با جلسات ما آشنایی ندارن. این خیلی سعی رو میکرد، خیلی سعی میکرد با همون جوری که ماهی های مرده رو اون به دریا مینداخت، این هم با کمک به شاگردان راه باز کنه. این خیلی سعی میکرد که با خوشبینی به زندگی و اون حمله مغول نگاه کنه. میدونید زیر تاراج مغول بودن. یه دفعه یه نفر پیدا شد که آقا همه اینایی که تو میکنی باید برعکس انجام بدی، هیچ کدوم از اینها راه درستی نیست. در این قبارهایی که این چند تا موردی رو که من از جبران خلیل جبران خدمتون عرض کردم بسیار بهش عنایت کنید، ببینید در زندگیمون هست یا نیست. و باز بسیار به این پوچی ها میرسیم که همش افسانه است. فقط میگم عرض کردم خدمتون، ما افتخارشو میکنیم، خیلی کسایی دیگه، این کسایی که باید ببرن بهرهاشو میبرن. ما فقط اصلا معلوم نیست از چی داری خوشمون میاد، فقط میخندیم، شادیم، خودمونم نمیدونیم به چی شادیم و اینها زود میره. خلاصه مولانا میگه من در یک همچون شرایطی بودم تا اینجایی که من اینها رو خدمت شما توضیح شد. تمام این داستان زندگی خود مولاناست. ما هرگز در بیان زندگی مولانا که البته زیادم بیان نکردیم، میدیم ما هیچ وقت به مولانا تاریخ نرفتیم، چون بارها خدمتتون عرض کردم تاریخ و اینجور تاریخ ها همش افسانه است. اینهایی هم که کتاب می نویسن، نمیدونم کیمیا خاتون کی بود، شمس، این همش افسانه میگن. ما هیچ کدوم از اینها رو نه قبول داریم. سند اصلی خود دیوان کبیره که چه اتفاقی برای من افتاد. سند داستان خود مثنویه. یه در این شرایطی که من قرار داشتم، یک نگاری اومد، یک پیری اومد که این یک جاروبی به دست من داد. حالا اولا از نگار نام برده. ببینید نگاری اصطلاحیه در صوفیه ما. کسانی که اهل مراقبه و سما هستند، دوستانی که این ارادت خدمتشون دارم میدونن چی عرض میکنم خدمتشون، این همیشه در صوفیه بوده. اینها وقتی که میشینن در سما، در مراقبه، در ذکر، حضور پیر رو اونجا درک میکنن. یعنی پیر در اونجا حضور داره. بعضی وقتها به اصطلاح با چشم دل میبیننش، بعضی وقتها وجودش رو حس میکنن، بعضی وقتها صداش رو میشنن. به این میگن نگار، یعنی پیر. این اصطلاح صوفی است، این رو هم داشته باشی. یعنی اگر جایی بشینی و سماع بکنی و ذکر بگیری و پیر حضور معنوی نه حضور فیزیکی نداشته باشه، کار خیلی میلنگه. میگه این نگار، یعنی این آقای شمس، شاه شمس دین، یک جاروبی به دست من داد. حالا برسیم سراغ جارو. یک متدی، یک روشی به من یاد داد که تو، یعنی مولانا، با این روش، با این جارو بیا و این قبارهایی که من خدمتون عرض کردم، داستان جبران خلیل جبران اینا، اینها رو بیا برانگیز، یعنی اینها رو بریز کنار، بذار این دریا بدون قبار بمونه، صاف و زلال بشه، تو
تو این رو بهتر ببینی. راجب جارو و متدی که شمس الدین به مولانا داد، من بارها خدمتون عرض کردم، باز هم خدمتون عرض میکنم، هر طوری که هر کسی تو هر مسیری که از خودش میدونه، اما از من دوستانه یقین بدونید، یقین بدونید و یقین بدونید، هیچ زمانی در هیچ شرایطی امکان این وجود نداره کسی راجب این جارو، راجب این متدها با انسانها در مسائل عمومی صحبت کنه، اگر هم بگن نظر خودشونه. این جارو زمانی معنی پیدا میکنه که تو اون مولانا باشی. اینجا شما باز فرق عرفان رو میبینید، عرفانی که ما ازش صحبت میکنیم، عرفانی که بزرگان ما ازش صحبت کردن، ما کاری به خرافات امروزی نداریم. باز هم برای دهمین بار من خدمتون عرض میکنم، بیشتر از آدامس فروشی و سیگار فروشی و نمیدونم کیوسک، الان جلسات عرفانی به خصوص جامعه فارسی زبان هست، همه هم درستن، همه هم حتما درستن، ما کاری با کسی نداریم. اما بدونید هرگز و هرگز امکان نداره، اگر هم میگن 100% بهتون دروغ میگن، تا این آمادگی ها نباشه محال این جارو رو دستت بده. هستی نمیذاره، یونیورس نمیذاره، باید به اون قبارها رسیده باشی، ولی اصلا نمیدونی چی رو داری جارو میکنی، اصلا نمیدونی چی رو داری جارو میکنی. یه مشت مثل همون سایه‌ای که روی شن میکشید و آب میآورد میبرد، اوهام و توهمات و حرفای بی اساس تو ذهنت وجود داره که نمیدونی دیگه جارو میکنن، به جای اینکه بس تمیز کنن بدتر کثیف میکنن، همون حالت میشه. جارو زمانی دست کسی داده میشه که بتونه جارو کردن رو بلد باشه. این شرایطی که من در داستان جبران خلیل جبران خدمتون گفتم در فرد نباشه، آگاهی، خرد، هزار بار عرفان ما خرافه گرایی نیست، آگاهی و خرده، پدر آگاهی و خرده. به هر حال میگه اولین اتفاقی که برای من مولانا افتاد، جناب شاه شمس الدین تبریز اومد به من یک جاروی داد، گفت با این جارو این قبارها رو بروب، این قالبها رو بریز. من این کار رو انجام دادم. بعد چه اتفاقی افتاد؟ باز آن جاروب را ز آتش بسوخت، گفت که از آتش تو جاروبی برار. وقتی که این متد رو به من داد، این وسیله رو به من داد، بعد اومد این انداخت تو آتش سوزوندش. خیلی نکته مهمی رو داره مطرح میکنه. اول صحبت من خدمتتون عرض کردم تمام ایدئولوژی ها، تمام ادیان، شما هر چی رو که ببینید از وسیله تبدیل شدن به هدف. یعنی انسان ها گیر کردن تو این متد ها، همه اینها متد های برای بهتر شدن زندگی دیگه، حالا اصلا الهی هم نیستن، الهادی هم. خب مارکسیسم برای چی اومده؟ اومد که زندگی انسان رو بهتر کنه دیگه. کپیتالیسم برای چی اومده؟ برای اینکه اصطلاحا زندگی انسان رو بهتر کنه دیگه. تمام اینها برای این مسائل اومدن دیگه، به دلیل دیگه که نمیدونم، حالا ادعاشون رو که میکنن، حالا عملشو کار ندارم، ولی خود اینها تبدیل شدن به هدف. تمام اینها، شما اگر مثلا در زندگی کپیتالیستی ببینید، یه انسان پول در نمیاره که زندگی کنه، زندگی میکنه که پول در بیاره، این هدف زندگیشه، اینها اون وسیله هاست که تبدیل شده به هدف. در زندگی مارکسیستی یه جور، در زندگی دین مدارانه یه جور، در زندگی های متفاوت یه جور دیگه. اینا همه اون قالب ها، اینا متد هایی بودن که قرار بود من گمراه رو به هدایت برسونن. در 100 تا چاه ضلالت بدتر فرو رفتن. برای این که قالب، برای این که راه میشه هدف. حالا میگه همین این کارو با این جارو نکن، با این متدی که من بهت دادم اجازه نمیدم تو تبدیل شی به این متد ها، به این روش های فوق العاده رازآلود، سری و سیکرتی که در صوفیه جهان و علل خصوص در عرفان ما وجود داشته،
میگه مد حتی با تمام قداستی که این متدها دارن، تو این متد رو بسوزون. انداختش تو آتیش، سوزوندش. گفتم خب حالا چی؟ گفت حالا از خود آتش یه جاروی درست کن. آتش همونطوری که قبلا در داستان و پس عشق دیدید، همیشه مولانا نماد میگیره از عشق. گفتش که حالا دیگه این متد رو بسوزون، بیا و از عشق یک جاروی درست کن که با اون جارو حالا من باهات کار دارم. خب پس یک مرحله من مولانا داشتم که رفتم توی قالب ها فوق‌العاده دینی، بعد صوفیانه دینی، مقرون به شریعت، نمیدونم فلان و فلان و فلان، یک مرتبه تمام اینها رو جارو کردم ریختم دور. بارها من تو صحبتایی که همیشه داشتم عرض کردم خدمت دوستان، شما تصور کنید یکی از بالاترین درجه های ملاها و مفتیها که در اون بالاترین لیول ها نشسته توی خیابون بیاد شروع کنه به رقصیدن، یعنی جارو کردن تمام اون نمادها، شروع کنه خودشو چند سه چهار تا پنج تا از کسانی که بهش نزدیکن، چون بقیه که طبق معمول میدونید همیشه تهاجمی ما حمله میکنیم، تهاجمی اما برخورد میکنیم، شروع کنه به رقصیدن. همین امروز چقدر برای ما مسخره به نظر میاد، ولی این مرد این کارو کرد، همه رو جارو کرد ریخت. خب بعد یه متدی رو مولانا شمس به این نشون داد، متد فوق العاده سیکرته. متد اگر در این مسیر حرکت میکنید، من خدمت دوستانی که آشنایی دارم در قرن 19 و 20 بالاترین متفکرین مغرب زمین که من دو سه جلسه رو به این اختصاص خواهم داد، که بعدها اینا اومدن در روانشناسی از اینها خواستن استفاده کنن، جون خودشون رو گذاشتن در کشور ما، در کشور افغانستان، در هندوستان، در خیلی جاهای دیگه، که بلکه راهی بکشن که این انسان شناسی رو، این سیکرت ها رو وارد دانشگاه ها کنن. نشد که نشد که هنوز که هنوز نشده. یعنی میخوام بهتون بگم چیز ساده ای نیست، به این راحتی تحلیل علمیش نکنید. خب اون جارو رو هم سوزوندیم، حالا بیا یک جاروی بساز که این جارو از آتش عشق و از آتش عشق میخواد بلند بشه. شد پس باز آن جارو براز آتش بسوخ، گفت که از آتش تو جاروبی بساز، تو بیا از عشق، یعنی این متد رو، این روش ها رو فرو بریز، دیگه این روش ها، این متد ها، این وسیله ها برای تو نشن هدف، این رو بریز، حالا از عشق یک جاروی دیگه ای درست کن. کردم از حیرت سجودی پیش رو، گفت وقتی که این عظمت رو دیدم، توجه داشته باشید مولانا هم قد ما عقلش میرسیده کجا داره سر میذاره، متاسفانه اینقدر الکی و بر اساس چهار تا کتاب و بر اساس چهار تا گفته رسانه ها و دانشگاه ها سر میذاریم در مقابل فریبکارا، که دیگه هرگز و هرگز فرق بین فریبکار و نگاری که این داره صحبت میکنه نمیشناسیم. اون موقع اصلشو منکر میشه، اگر من سرم کلاه رفته اصلش دروغه. میگه وقتی من این عظمت رو از نگار خودم شاه شمس دین دیدم، سجده کردم در مقابلش. میدونید در اسلام سجده فقط مخصوص خداست. حالا سجده یعنی چی؟ سجده یعنی تسلیم شدن مطلق. میدونید سجود نمادیه، در مثنوی بارها خوندیم، از تسلیم شدن. گفت انقدر وارد عالم حیرت شدم که تسلیم شدم، سجده کردم بر شاه شمس الدین. گفت بی ساجد سجودی خوش بیار. گفت بدون این که
سجده کننده‌ای باشه تو بیا سجده کن. چون شما می‌دونید همیشه یک نفر باید سجده کنه به یک کسی دیگه باید سجده کنه، دو نفر لازم داره، کسی بدون این که ساجد باشه و کسی هم که داره مورد سجده قرار میگیره که انجام نمیشه. که گفت بدون این که ساجدی وجود داشته باشه تو بیا سجده کن. حالا جاروبی از عشق ساخته، اون جاروبه رو آتیش زده، جاروبی از آتش ساخته، حالا بهش میگه که تو بیا سجده ای کن که در این سجده ساجدی وجود نداره. مگه میشه سجده ای کرد که ساجدی وجود نداشته باشه؟ بی ساجد سجودی چون بود؟ همینی که من خدمتون عرض کردم، بدون ساجد مگه میشه سجده کرد؟ خب یه نفر باید سجده کنه. بی ساجد سجودی چون بود؟ گفت بی چون باشد و بی خار خار. بی خار خار یعنی بی درد سر، بدون اینکه خاری داشته باشه، بدون اینکه اذیتت کنه. گفت بی چون باشد. راجب چون و بی چونی من خدمتون عرض کردم، خارج از عالم تعینات رو میگن بی چونی. چون این پایین توضیح میده، اجازه بدید این رو، بی چون بودن رو و بدون ساجد سجده کردن رو پایین تر خدمتون توضیح بدم. گردنک را پیش کردم گفتمش. ببینید این سر هویتی رو، این من هویتی رو، این تمام این داستان هایی که تو این 7-8 سال من توضیح میدادم الان داره باز میکنه که اون من هویتی، اون دنیای نفس رو، اون دنیای ذهنی که من ساختم و جامعه برای من ساخته و من با این منیت خودم قرار گرفتم، من منم، این گردن رو بردم پیشش. ساجدی را سر ببر از ذوالفقار. شما این اگه با یه نکره بخونید یا مستری بخونید، هر جفتش درسته، یا ساجدی یا ساجدی را، هر جفتش رو، چه سجده کردن رو و چه کسی که سجده میکنه. گفت سر ببر از ذوالفقار. گفت من گردنم رو جلو بردم، گفتم که ذوالفقار تو بیار. ذوالفقار میدونین شمشیر حضرت علی بوده، در اصطلاح عرفانی ما به در وهله اول شجاعت در مثنوی به کار میره، در مرحله دوم سیمبل مرگه. گفتش که بیار و من رو بکش، این من هویتی رو، این دنیای ذهن رو نابود کن. شما میدونید ما راجبه چه دنیایی، راجبه چه زندگی، راجبه چه گردنی داریم صحبت میکنیم، نه گردن فیزیکی. تیغ تا او بیش زد سر بیش شد، تا برست از گردنم سر 100,000. گفت وقتی این با ذوالفقار گردن منو زد، سر منو زد، من دیدم سرای دیگه ای ازم داره میاد بیرون. این سر مثل این که من توهم میکردم از بین بره، من از بین میرم، تازه حیات رو پیدا کردم. وقتی این من ذهنی، این گردن ذهنی زده شد، تازه 100,000 سر از این اومد بیرون. من چراغ و هر سرم همچون فتیل، هر طرف اندر گرفته از شرار. میگه که این سرایی که از بعد از زدن گردن من، این سرایی که میومد بیرون مثل یک فتیلی بود، مثل فتیلی بود که این روشن شده. 100,000 سر اینجوری از اون سر زدن اومد بیرون. اشاره داره به عالمی که در اون 7 شهر عشقی که من خدمتتون عرض کردم، به این میگن عالم معرفت، به این میگن معرفت عرفانی. معرفت عرفانی همونطور که در جلسات قبل خدمتتون عرض کردم، رسیدن به چشمه ای از علم درونیه، علمی که در درون انسان میجوشه، هیچ ربطی به مطالعه نداره، هیچ ربطی به دنیای بیرون نداره، اشاره به اون داره. یعنی چراغ‌ها داره براش روشن میکنه، معرفت، علم، همین اینجور داره این تاریکی رو برای این روشن میکنه. به محض این که من گفتم اگر این سجده
باید بدون ساجدی انجام بشه، پس این گردن من هویتی رو بزن، این گردن من ذهنی رو بزن. یعنی من این تسلیم رو داشتم و این گردن رو زد، این معرفت، این چشمه شروع کرد به فوران کردن. من چون فقط باید نور معنی کنم، دونه دونه معنی میکنم تا به توضیحات خدمتون برسم. شمع‌ها میور شد از سرهای من، شرق تا مغرب گرفته از قطار. آقا همین اینجور فوران علم بود، فوران معرفت بود. من مولانا همونطور که خودش صحبت میکنه و بعد اگر هم ما یه اشاره هایی میکنیم درست و غلطش رو اصلا کار ندارم، مثلا شما در نظر بگیرید مناقب العارفین، میگه از 4 سالگی این اهل ریاضت بود. ببینید اهل دینداری بود، در شریعت مدار بودن مولانا هیچ کس در تاریخ شک نکرده، تکون نخورده، مو از مو تکون نخورده. این داره اون حالتش رو بیان میکنه. در یک مسیری که قرار گرفته هیچ کدوم از این روشنایی ها براش نیومده، تا زمانی که آماده شده برای اون نگار، برای اون شاه شمس دینی که ازش صحبت میکنه. این شاه شمس دین به محض اینکه اون روش رو به این نشون داد، اون متد رو به این نشون داد، این قبار رو روید، بعد سوزند اون رو و بعد از آتیش در اومد، الان تسلیم شده. به محض اینکه گردن رو داد، می اصلا دنیا متفاوته، اصلا همه چیز یه جوری دیگه است، اصلا همه چی روشن شد، این داره جهان رو یه جور دیگه میبینه. این اون انقلابه، این اون شرایطیه که شمس من و خدای من در این ایجاد کرد. خلاصه من به محض اینکه چیز شد، اینجور شمع‌ها از سرم میومد بیرون و شمع‌ها دونه دونه جاهای رو همینجا رو روشن میکرد. شرق و مغرب چیست اندر لامکان، گلخنی تاریک و حمامی بکار. میگه این شرق و غرب عالم رو که شما دارید میبینید، مولانا میگه این جهانی رو که شما میبینید، این یونیورسی که در مقابل چشم شماست، در مقابل اون چیزی که من دیدم، مثل خاکی میمونه، غباری میمونه که در راه بلند شده. میگه در مقابل اون لامکان، جایی که مکان وجود نداره، این شرق و مغرب چی هستن اصلا؟ این وسعت جهان چی هست؟ جهان رو مولانا همیشه به گلخن، یعنی به حمام تشبیه میکنه. میگه مثل یه حمامی میمونه که داره برای خودش کار میکنه، هیچ چیز دیگه جز این نیست. حالا ای مزاجت سرد کو تاسه دلت، میگه کسی که مزاجت سرد شده، مسیر عوض کردی، متوجه نیستی، اون اضطرابت، اون هیجانت، اون بالا پایین شدنهای درونت، اون طلبت کجاست؟ اندر این گرمابه تا کی این قرار، در این دنیای ذهنی، در این ذهنیت پوچ، در این عالمی که ما تو این 5-6 سال راجبش خیلی صحبت کردیم، چقدر میخوای قرار داشته باشی؟ چقدر میخوای بمونی؟ تا کی میخوای اینجا بمونی؟ برشو از گرمابه و گلخن مرو، پاشو از همون بیا بیرون، از این جهان ذهنی بیا بیرون. جامکن در بنگران نقش و نگاه، میگه این لباس‌های هویتی، اون فردی که با تارنکبوت برای خودش جامه میدوخت در کنار دریا، یادتونه کف و ورمی داشت میدوخت توی اون جام‌ها، میگه اینها رو پاره کن، بیا من یک گل زیبایی از اون عالم معنا برات آوردم، اون گل زیبا رو بو کن، اون گل زیبا رو ببین، اگر عاشق نشدی برو تو همین گلخن و گرمابه بمون. بسیار نکته مهمه ها.
میگه من از اون جهانی که دیدم دیگه این جهان برام یک گرمابه است، یک گلخنه، چیز مهمی نیستش، تا زمانی که وقت نگذشته جامکن، بدون این که تا زمانی که وای نیستا تا بیان جونتو بگیرن عمر تموشه بگی دنیا همینه، تا این لباس جسم تنته، تا این شرایط رو داری فرصت رو امروز به فردا نده، بیا شاید من مولانا برات چیزی دارم، گلشنی دارم که از اول و آخر زندگیت در مقابلش اصلا به حساب نمیاد، یه گرمابه است، یه گلخنه، اول و آخر زندگیت هرچی که هست. عرفان ما ایجاد نیاز نیست، فقط گفتنه، میگه بقیه رو دیگه باید خودت بدونی. بریم برکو بیم صحبت رو دارم. سلام. عرض کنم خدمت شما که رسیدیم تا اینجا که برشو از گرمابه و گلخن مرا جامکن در بنگران نقش و نگار. من یه توضیح رو مجدد خدمت دوستان عرض کنم، اگر در اول صحبت اسمی از کسی برده میشه، دوستانی که با ما آشنایی ندارن، ما به هیچ فرقه، به هیچ گروهی، به هیچ دسته ای، عرفانی، غیر عرفانی، صوفیانه، فیلسوفانه اصلا کاری نداریم و وابسته نیستیم. فقط اگر اسمی از شاه نعمت الله ولی برده شد، به خاطر اینکه کسیه که این ابیات رو توضیح داده به وسیله شعر، این رو در نظر داشته باشید. خب، تا ببینی نقش های دلربا، تا ببینی رنگ های لاله‌زار، چون بدیدی سوی روزن در نگر، کان نگار از عکس روزن شد نگار. ببینید شما اگر یه زمانی یه از این فیلم هایی رو دیده باشین که آدم ها تو این راه راه گم شدن، هی از این ور میرن اون ور بسته است، اون ور بلاکه، هی تو اینا دارن میگردن که راه در رو پیدا کنن، پیدا نمی کنن، اینقدر این تو میگردن این ور اون ور، حالا یا نمیتونن پیدا کنن از بین میرن، یا اینکه بهش گفته میشه که فقط یک پنجره وجود داره، اگر به این پنجره رسیدی نجات پیدا میکنی. روزن یعنی پنجره. میگه که تمام این داستانها داره اتفاق میفته که تو بتونی پنجره خروج از زمان و مکان رو پیدا کنی. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم بر اساس گفته مولوی شناس ها، کسانی که مولوی شناس بودن، مولانا در موازات زمان حرکت میکرده نه در انقطاع زمان. اینها یک بحثاییه که من شاید در بحث زمان قبلا این صحبت ها رو تا یه حدودی باز کردم. میگه تمام این داستان ها اینه که تو این تاریک خونه، تو این راه روهای تو در تویی که همش گمراهیه، همش هی به بن‌بست میرسی، یک جای چشمت فقط باید به روزن باشه، به پنجره باشه، که اگر اون پنجره رو ببینی، کان نگار از عکس روزن شد نگار، که اون نگار ما از اون عکس، از اون پنجره‌ای که دیده شد، شد نگار. شش جهت حمام و روزن لامکان، شمال و جنوب و شرق و غرب، بالا و پایین، شش جهت. شش جهت همون هم داره حمام رو باز میکنه، میگه تا زمانی که در دایمنش، در بعد اسیری، اینه تو حمامی. وقتی که میای و از ابعاد خارج میشی، این وارد میشه بر لامکان، بر سر روزن جمال شهریار. میگه وقتی که به محض اینکه به اون پنجره میرسی، اون پنجره در واقع جمال
شهریار رو، خداوند رو میبینی. ببینید، من همونجوری که در بالا خدمت شما عرض کردم، انسان شناسی مهمترین روش صوفی است. اصلا صوفی، من به صوفی های واقعی کار دارم، یعنی انسان شناس، یا کسانی هستن که کوچکترین زوایای انسان رو در نظر گرفتن. انسان با تمام پیچیدگی هایی که داره فقط نقاط بد و منفی نیست، میتونه نقاط مثبت قدرتمندی رو داشته باشه. ما غیر از این که میتونیم در از بعد زمان و مکان خارج بشیم، خیلی کارهای دیگه میتونیم انجام بدیم. من این شش جهت رو که صوفیای ما بهش خیلی نظر دارن سر این موضوع از بعدهایی که در زندگی ما هست، شما در مسئله سما و در مسائل عملی، البته من تو پرانتز، داخل پرانتز این نکته رو خدمتون بگم، در دنیا انسان‌هایی هستن که اینها استثناء هستن، امروز هم هست، در خیلی جاها ممکنه در جاهای مختلف در حالا اینترنت یا جاهای دیگه هم ببینید، اینها قدرت‌هایی رو دارن که ذاتیه، میتونن از این شش جهت خارج شن. اینها استثناء هستن، استثناء قانون نمیشه. شما راهی رو که برای ما داره مطرح میکنه، میگه من اول اون جارو رو برداشتم، قبار رو جارو کردم، یعنی این ذهن رو خالی کردم، اینها رو ریختم کنار، بعد اون جارو رو سوزوندم، نیومدم یک قالب بگیرم بگم من عارفم. ببینید، بسیار به این نکته ما فقط نظرمون رو میگیم، درست و غلطیش با تشخیصی کسی که میخواد بدونه. همینجور که خدمتتون عرض کردم، امروز روز به اندازه سیگار فروشی یا آدم فروشی جلسات عرفانی وجود داره در تمام دنیا. حالا یه عده مشتریاشون بهتره، میدونم 10,000 نفر میاد، یکی 2 نفر میاد، یکی. شما به این موضوع نگاه نکنید، اینها منظور، اینها خیلی نکته مهمیه. شما بسیاری انسان ها میبینید، علل خصوص امروز روز که اسپریچوالیتی مد شده، فکر نکنید فقط امروزه که مد شده، در اون دوران قدیم هم اینها بود، حالا یه دوره مدرنیته و پست مدرنیته به وجود اومد، یه مقدار اینها عقب رفتن، روشنفکری اومد جلو، الان روشنفکری عقب رفته، اینها داره میاد جلو، علل خصوص در کشورهای غیر فارسی زبان، در فارسی زبان ممکنه بعدن پیش بیاد که کم کم داره پیش میاد. ببینید، منظور ما به اینی که قالب عرفان رو نگیرید، یعنی اون جارو رو من سوزوندم، اینی که من اسپریچوال هستم، من عارف هستم، این میشه همون اون مکتبی که از این صحبت میکردیم، خود وسیله میشه یه هدف. الان شما بسیار میبینید روزی 4 ساعت مدیتیت و هر روز میکنن، میدونم غذا نمیخورن، میدونم هیچی، گوشت نمیخورن، تخم مرغ نمیخورن، میدونم هیچ کاری نمیکنن، هیچ وقت به این روزن نمیبینید کسی راه پیدا کرده باشه، چون اون وسیله دوباره شده هدف. به جای اینکه بگم مسلمونم، به جای اینکه بگم مسیحیم، به جای اینکه بگم عضو حزب نمیدونم کمونیستم، حالا یه خورده مد شده میگم آقا من اسپریچوال هستم، من این رو نمیخورم، من مدیتیت میکنم روزی 3 ساعت 4 ساعت. اینها خوبه یا بده ما کاری نداریم، حتما هم بسیار خوبه، اما این ربطی به عرفان نداره. این خیلی نکته مهمیه، چون همه دنبال اینن که یه جوری ثابت کنن که عرفا هم همین رو گفتن که مطلقا نگفتن. اصلا تمام صحبت ما روشن کردن این مسائله. من بازم خدمتون میگم، بارها اینو گفتم که ما بگیم گفتیم دیگه، خود میدونه، هر کسی که خودش میدونه. یک بلای جدیدی، یک مکتب جدیدی، یک دین جدیدی به جون ما نیفته به اسم اینکه حالا مد روز اینه که من اسپریچوال هستم.
حالا بریم تو این قالب، بریم تو این صندوق بخوابیم. این گفت من تمام اینها رو سوزوندم، همه اینا رو از بین بردم. راه و روشی وجود داره که این راه و روش مثل همون جاروهایی که من خدمتون گفتم، خارج شدن از ابعاد هستش. درست یا غلط، من باز نمیخوام علمی بگم، علم امروز نظرات زیادی رو داره که ما در حدود 11، بعضیا گفتن 10 بعد داریم که فقط با یه طول و عرض و ارتفاعش آشنایی داریم، به بقیه آشنایی نداریم. اینها درسته، اینها غلطه، کاری ندارم. اما همیشه سه بعدی بر دو بعدی مسلطه. من براتون مثال میزنم، یک انسان طول و عرض و ارتفاع داره، سه بعدیه، بر سایه خودش که دو بعدیه همیشه مسلطه. وقتی شما از یک بعد در بعد بالاتری میرید، تسلطتون بر ابعاد دیگه زیاد میشه. راهی هست که شما میرید در جایی که بعد مکان و زمان درونن میرید، نه اینکه جسمن میرید. این سفرها درونیه، بیرونی نیست. این سفرهای درونی در جایی قرار میگیری که از بعد زمان و مکان خارج میشی. حالا این رو که گفت، میخواد یکی از مسائل مهم عرفانی رو، نظریه های مهم عرفانی رو بازگو کنه. خاک و آب از عکس او رنگین شده، جان بباریده به ترک و زنگ بار. خاک و آب همین طبیعت ما. حالا بعضی وقتا ممکنه مثلا این نظر پیش آدم بیاد که خاک و آب یعنی همون گل، چیزی که انسان ازش آفریده شده. در باورهای مذهبی انسان از گل آفریده شده، همون خاک و آبه. میگه شما این خاک و آب رو ببینید، این طبیعت رو ببینید، این طبیعت یک مقوله دیگه ایه، این تو هستی که اینجور رنگینش کردی. بسیار حرف اساسی رو فقط تو این یه بیت میزنه که من فکر میکنم با باز کردن این بیت خیلی حرفا باز میشه. من برای اینکه این بیت رو خدمتتون توضیح بدم، داستانی رو میخونم براتون از دفتر چهارم. شاید خیلی وقت پیش این داستان رو خوندم، نمیدونم روی سایت ما هست یا نه، ولی دو مرتبه اینو براتون میخونم. ببینید نظر رو چی میخواد بگه که آقا خاک و آب، طبیعت یک حقیقته، اون چی که تو داری میبینی دو تا حقیقته، یه حقیقت دیگه ایه که تو فکر میکنی طبیعته. این در دفتر چهارم قرار داره. در دفتر چهارم قصه صوفی که در میان گلستان سر به زانو مراقب بود، یارانش گفتند سر برآور، تفرج کن بر گلستان و ریحان و مرغان و آثار رحمت الله تعالی. صوفی در باغ از بحر گشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد. یه صوفی مثل الان که میرن با برای تفرج، برای به اصطلاح گردش، پیکنیک و اینا، رفت اونجا و در درست باغ که رسید سرش رو گذاشت برای مراقبه، رفت در عالم مراقبه. بس فرو رفت او به خود اندر نغول، شد ملول از صورت خوابش فزول. نغول یعنی به اصطلاح عمق رفتن، عمیق رفتن، به اصطلاح در خود رفتن. میگه این در خودش فرو رفت و رفت تو عالم مراقبه، رفت پایین. فزول یعنی همون فزول، یعنی همین آدم ها، ملامتگرهای بیکار ناآگاه، چون بلا فاصله میان وسط دیگه، اومدی تو باغ بگیری بخوابی، خب اصلا میخوام بخوابم اینجا، من الان احساسم بهتره که بخوابم. شروع کردن به اعتراض کردن که برای چی اینجا میخوابی، که چه خسبی آخرن در رز نگر، این درختان بین و آثار خزر. گفتن که آقا برای چی میخوابی، بلند شو بیا توی رز، یعنی هم درخت انگور، منتها اینجا به معنی سبزی و گلستان و ایناست، به اینا نگاه کن، آثار خزر رو، خزر یعنی سبز. امر حق بشنو که گفت است انظرو،
سوی این آثار رحمت آرو. میگم اگه تو مسلمان نیستی، مگه نمی‌بینی خدا گفته نگاه کنید، نظر کنید به این آثاری که اینجا افتاده، نگاه کن. حالا این صوفی جوابشو میده، گفت آثارش دل است ای بلحوث، آن برون آثار آثار است و بس. باغ‌ها و سبزه‌ها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. ببینید، گفت ای بلحوث. بلحوث یعنی کسی که از اصل و ریشه بریده، این معنی لغوی بلحوثه. گفت من به اصل این باغ‌ها رفتم. دوستان ماشاءالله همه فرهیخته هستین، من احتیاجی نیست توضیح بدم، ولی یه توضیح مختصری میدم که فقط سر نخ دستتون باشه ما چی میخواییم بگیم. یعنی نظریه عرفان در رابطه با هستی چیه؟ شما یه سنگ بندازین توی آب، اول اتفاقی که میفته در این آب موج ایجاد میشه، درسته؟ آیا این واقعا موج ایجاد شده یا مولکول‌های آبن که بالا پایین میرن؟ خیلی بهتر از من اینو میدونید. بالا پایین رفتن مولکول‌ها رو ذهن ما معنی میکنه برای ما، ترجمه میکنه به صورت موج. شما برین در این گندمزارها نگاه کنین، باد میفته تو این گندمزارها. شما وقتی این باد رو تو گندمزارها میبینید، انگار موج تو اینها داره حرکت میکنه. آیا واقعا اونجا موجی هست یا ذهن شما داره اینو معنی میکنه؟ میخواد این حرفو بزنه که عالم بیرون بر اساس اون چی که ما امروز از نظر علمی میدونیم پر از ذراته، پر از مولکول ها و اتم ها، و حالا پشت اینها امواج مختلفی که وجود داره، ولی ما اونها رو نمیبینیم، ما داریم چیز دیگه ای رو میبینیم. ما ترجمه‌ای که ذهنمون از حقیقت بیرون داره میکنه، دریافت و معنیی که ذهن ما داره میده، ولی اگر چشم ما خیلی بینا باشه ذرات رو میبینه، دیگه شیء لطیف رو نمیبینه. یعنی یک کلام میخوان حرف بزنن، چون بخوام این رو توضیح بدم خیلی زیاد میشه. میدونید اون چی که ما میشنویم، اون چی که ما میبینیم امروز، برای ما اینها بسیار ساده است، علل خصوص دوستانی که در زمینه‌های فیزیک و شیمی آشنایی دارن. میدونید اون چی که ما درک میکنیم درک ماست، واقعیت بیرون چیز دیگه ایه. شیعی رو که شما میبینید، شیعی رو که ما میبینیم یا میشنویم، تفسیریه که ذهن ما میکنه. در بیرون اون پارچه لطیف پر از ذرات ریزه، ولی ما اون رو نمیبینیم. به ما میخواد بگه که این طبیعت یک نیروی خونساست، اونی هست که هست، موجه، اتمه، هرچی اسمش هست. اون کسی که این رو رنگین کرده این ذهن توی که داره این رو تفسیر میکنه، اون تفسیریه که ذهن تو از اینها داره، اون معنیه که به تو داره میده، و الا اون بیرون اصلا اون چیزی نیست که تو داری میفهم. بسیار عنایت کنید، اگر ما میخواستیم این چیزها رو جدی نگیریم و به اون چی که میبینیم باور کنیم، هرگز علم به این پایه نمیرسید. روز اول انسان نگاه میکرد، میدید خورشید از مشرق حرکت میکنه، میده در مغرب طول غروب میکنه، میگفتش که خب پس خورشیده که داره حرکت میکنه. بعدها که یه مقدار عمیق‌تر شد، دید اصلا همچو چیزی نیست. واقعیت بیرون، این نظریه مهمیه که عرفای ما دارن، از ابن عربی گرفته تا مولانا شما بگیرید، و بیاین تا افراد، بیاین تا حتی فیلسوف ها و کسانی مثل ملا صدرا. واقعیت بیرون یک واقعیته، ذهن ماست که اینو رنگین میکنه. میگه که تمام این زیبایی ها، تمام این عظمت هایی که شما دارین در طبیعت میبینید، عکسیه که از درون شما، شما دارید میبینید و میفهمید، نه اون واقعیت خارج.
ببینید گفت آثارش دل است ای بلحوث، گفت تویی که از درون خودت بریدی، تویی که به درون خودت بر نمیگردی، اینی که داری میبینی عکسی از خودت که بیرون افتاده. این اون مسئلهیه که من خدمت شما میخوام عرض کنم. اون چیزی که داره دیده میشه تفسیر ماست، تفسیر ذهن ماست از واقعیت بیرون. نوری اشعه و میخوره به چشم ما، میاد تو مغز ما و یه تفسیری ازش میکنه. ما داریم در حقیقت خودمون رو میبینیم. باغها و سبزها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. میگه آب روان رو ببین، این آب روان داره حرکت میکنه، واقعیت های این باغ، عکس این باغ، این درخت ها، این میوه ها افتاده توی این آب و این آب داره حرکت میکنه. اون چیزی که در این آب هست اون درخت ها و اون میوه ها نیست، فقط عکسشه. اون چیزی هم که تو داری در بیرون میبینی عکسی از درون خودته. آن خیال باغ باشد اندر آب، که کند از لطف آبان استراب. باغ ها و میوه ها اندر دل است، عکس لطف آن بر این آب و گل است. میگه اون حرکتی که در ذهن تو وجود داره، اون داره اون زیبایی ها رو میبینه. اونی که اون زیبایی ها رو میبینه تصور میکنه که اینها در بیرونه. برگردم به خود غزل. گفت خاک و آب از عکس او رنگین شده. این یعنی معنیه این خاک آب، طبیعتی رو که دارید میبینید در حقیقت وجود خارجی نداره، وجود درونی داره. ببینید این بحث به هیچ عنوان باز هم به عرفان ما فقط برنمیگرده. هگل در آلمان، میدونید هگل بسیار شبیه مولانا فلسفش هست، میگه حیات چیزی نیست جز سیر تحول اندیشه. اون هم همین حرفه که اون چیزی رو که داری میبینی در حقیقت خودتی، اون چیزی که تو داری معنی میکنی. خاک و آب از عکس او رنگین شده، جان بباریده به ترک و زنگ با. میگه تمام این زیبایی ها، تمام این قشنگی ها رو تویی که داری معنی میدی. من یه نکته دیگه هم خدمتتون میگم. شما فرض کنید توی جنگلی هستین که این جنگل هیچ شنونده‌ای درش نیست، نه انسان نه حیوان. آیا اگر درختی بشکنه، این از مثال‌های خیلی مهم این گروهه، درختی بشکنه با صدای شنیده میشه؟ به این راحتی نگی داره، چون شنونده‌ای اونجا نیست. یعنی میخواد بگه این آب و خاک داره با تو معنی پیدا میکنه، همه چیز در درون خودته. حالا اینو شما از من داشته باشین، بیاین برسیم به بالا که روزن پیدا کن. پس عنایت کردید فلسفه اینها، درک اینها از دنیای بیرون چیه؟ میگن دنیای بیرون فیزیک خنثاست، کاریه که داری میکنه باید بکنه. این رنگین شدن، این رنگ و لعاب، زشت و زیبایی ها، مصفا و غیر مصفا بودن ها، فلان و فلانی که داری میده، درون توی که داره اینا اینجوری نقاشی میکنه، ولی این اون چیزی هستش که هستش. پس تا اینجای مشخص شد. حالا میگه چون بدیدی سوی روزن در نگر. یا اگر این صحبتی رو که من دارم میکنم، این حرفی رو که من دارم میزنم بهش رسیدی، متوجهش شدی، بدون که برای این روزن باید بری تو درون خودت، برای این روزن، برای پیدا کردن این پنجره باید برگردی در درون خودت، چون تمام این زشتی و زیبایی ها در درون توه و تویی که داری معنی میدی. اگر توی انسان در این جهان نباشی، یا بینندهی در این جهان نباشه، مشاهدگری نباشه، چی میخواد مشاهده شه؟ خیلی نکته باریکی رو اینا اون موقع مطرح میکردن. آقا جان این هرچی از خودشه، تو حالا میخوای به خیلی از این چیزها برسی، باید برگردی
به درون خودت، برگشتنم به درون خود انسان. بارها من خدمتون عرض کردم راهاش مراقبه است، راهاش سماعه، راهاش داشتن اون جاروبه که بتونی به این وسیله بری پایین. والا همین اینجوری استثناهایی پیش میاد براشون. استثنا قاعده نمیشه، استثنا قاعده نمیشه. میگه قبل از اینکه این عمر به پایان برسه تو باید بتونی این پنجره رو ببینی، والا اگر به پایان برسه و پنجره رو نبینی خیلی دیر میشه. روز رفت و قسم کوته نشد، ای شب و روز از حدیث از حدیثش شرمسار. یه هرچی بخوام بگم بیفاید است، قصه کوتاه نخواهد شد. تا نری و اینی رو که من میگم تجربه نکنی، نری پایین، نری تو لایه های پایین درونیت، هرچی بگم قصه کوتاه نمیشه. باز دوباره میخوایم بریم تو فکر، نه خب حالا اینو اینجوری برای من توضیح بده. یا آقا جان اصلا این شدنی نیست، یه چیزیه که باید خودت بری تو داستان. شاه شمس الدین تبریزی مرا مست می‌دارد خمارن در خمار. تمام این صحبتهایی که نگار و منظور پیر خودشه شاه شمس الدین در پایین باز میکنه که شاه شمس الدین تبریزی من رو هی داره مست میکنه. باز برگردیم به جلساتی که راجع به مستی داشتیم، علی خصوص جلسه قبل گفتیم از دست دادن عقل متعارف دقیقا مثل حالتی که مستی به وجود میاره، یعنی کسی که مثلا مشروب میخوره و عقل متعارفش میره کنار، یک چیزی در شکوفا میشه. شما میگید مستی و راستی، بددهنه بددهنی میکنه، غمگینه گریه میکنه، شاده میخنده، میگید مستی و راستی. این از دست رفتن این عقل متعارف در اون زمانهایی که صوفی سر به مراقبه میذاره، عقل متعارف میره، اون مستی میاد بالا. اون زمانی هستش که شما در اون زمان این حرف رو میتونید درک کنید. دقیقا مثل این میمونه که شما هر چی حال راجب مستی صحبت کنید تا مست نکرده باشی نمیدونی، تا آدم مست ندیده باشی نمیدونی. اینم همون داستانه. میگه که من رو از عقل متعارف خارج میکنه، میرم این حقیقت زندگی رو در درون خودم میبینم، یه شاخ گلی برای توی شنونده میارم، دیگه بقیهش رو خودت میدونی. همونجوری که خدمتتون عرض کردم غزل بسیار غزل سنگین و وزینی هستش، من فقط تونستم ابیات رو تا یه حدودی توضیح بدم. بسیار حرف داره غزل، نه میشه توضیحش داد نه جاش در جلسات عمومیه. اگر عمری به دنیا بود در شرایط دیگه‌ای من این رو بیشتر توضیح خواهم داد، ولی همینقدر بدونید که ما ابیات رو فقط معنی کردیم. و چون این غزل‌ها بسیار پیچیده هستند، دوستانی که خواسته بودن و صحبت شده بود بدونن که این معانی رو داره. به خدا میسپارمتون تو جلسه ای. سلامت باشید.